ممنون خانم اسدی، بسیار صحبت آموزنده و جامعی بود. امیدوارم همه رفقا هم مثل من ازش بهره برده باشند. اگر کسی مایل سوالی از خانم اسدی بکنه یا در بحث شرکت کنه، نکاتی رو بگه، دستشو بالا کنه و رفقای ادمین، کسایی که میخوان در بحث شرکت کنن، و میکروفون و ویدیوشون رو باز میذاره. اونایی که نمیخوان ویدیو استفاده کنن، خب خودشون میتونن حساب ببندنش. تا رفقا دستاشون رو بالا کنن، من فقط یه نکته بگم. جلسه هفته بعدمون دوباره رفیقمون مشه مخوبه رو داریم، مارکسیست اسرائیلی. میخواستیم درباره بحثی که دفعه پیشم عنوان کردن توی معرفی اوضاع جنگ غزه، اونم این که آیا راه حل مسئله فلسطین اونطوری است که قدیم ما همه چپ میگفت یک دولت، یا اینجوری که خود صهیونیستا و آمریکا میگه دو دولت، کدوم راه حل؟ ایشون یه صحبتی در این باره کردن تو صحبت اولشون که خیلی جالب بود. گفتیم اگه مایل باشن بیان دوباره این بحث رو باز کنن، که خوشبختانه توافق کردن و هفته بعد این بحث رو داریم. این بحث به زبون انگلیسی البته، ولی خب مثل قبل ویدیوش اول تهیه میشه که بتونیم زیرنویس سرش بذاریم، در اینجا معرفی بحث همه رفقا به فارسی هم بتونن بفهمن، ولی بحث به انگلیسی خواهد. رفقایی که مایلن در بحث شرکت کنن دست بالا کنن. میبینم رفیقمون یاسمن نقدن دستشون بالاست. رفیق یاسمن اگر مایلید شما بفرمایید. سیمای عزیز، اولا خیلی ممنون از صحبتی که کردی. فکر خیلی جوانب مختلف رو باز کردی و خیلی ممنون. من چند تا سوال دارم. یکیش در رابطه با اون چیزی که بهش میگن جهتگیری یا بایس در تا چند وقت پیش خیلی از ماها، مثلا من نوعی که سعی میکنم همطور که طلاب عزیز توضیح داد سخنرانی انگلیسی رو ترانسکرایب کنم و AI این کار رو میکنه دیگه، ما میدونیم که AI یاد کار رو میکنه و تجربه خود من خیلی واضح روی مسئله. اگر کسی با لحجه، هرچقدر این لحجه به امریکا نزدیکتر باشه و مشخصا به شرق امریکا نزدیکتر باشه، راحت تر ترانسکرایب میشه، درست؟ مثلا ما در نشریه کریتیک سوزی وایزمن رو داشتیم که اهل کالیفرنیا، صحبتش تقریبا میشه گفت کاملا 100% ترانسکرایب شد. وقتی یه نفر از اسکاتلند یا ایرلند رو داریم مشکل زیاد میشه، چون این پیداست این AI تجربه زیادی حتی به لهجه های بریتانیا نداره و بالکل اون وسط گم میشه، نه اینکه نمیتونه این کار رو بکنه ولی گم میشه. حالا من شنیدم در جاهایی که میخونم که داره کل این به اصطلاح اون چیزی که شما به درستی بهش اشاره کردید، جمع آوری اطلاعات گسترده، بیگ دیتا، این جمع آوری که شامل جمع آوری تونهای صدا هم هست، شامل جمع آوری عکس هست، ویدیو هست غیره، ولی تونهای صدا هست، داره به خاطر گران بودن کالیفرنیا انتقال پیدا میکنه به آسیای جنوب شرقی. آیا ما در شرایطی روبرو خواهیم بود که مثلا گوگل زوم ترانسکرایب یا یوتیوب ترانسکرایب که هر دوشون از این نوع هوش مصنوعی استفاده میکنند به لهجه های این کشورها آشنایی بیشتر دارند یا نه؟ و در ادامه این، در بریتانیا ما یه سری روزنامه های دست راست داریم، خیلی جالبه، اینها همیشه توطئه میبینن در همه چیز، ولی
یکی از چیزهایی که همیشه مطرح میکنن و حدس من اینه که از ایالات متحده گرفتن دید رو اینه که AI به طور کلی، هوش مصنوعی به طور کلی زیادی چپه. منظورشون در واقعیت این نیست که این چپه، منظورشون اینه که روی مسائل اجتماعی، مثلا همجنسگرایی، مثلا نژاد پرستی، موضع مغایر موضع راست افراطی اینها رو داره. میشه گفت خیلی موضع وسطی داره AI، این نیست که موضع چپ داره، ولی برای اینها که در جناح راست هستن این مسئله خیلی واضحه. آیا این مسئله که گران بودن جمع‌آوری اطلاعات و مشخصا این چیزی که الان این سازمان ها دارن میفرستن برای خیلی ها که شما بیایید مثلا این مطلب رو نگاه کنید بنویسید درست یا غلط، درسته یا ممتنه، درست؟ این رو به خاطر گران بودن نیروی کار در اروپا، در ایالات متحده دارن این رو منتقل میکنن به آسیای جنوب شرقی یا آسیا یا دراز مدت احتمالا افریقا. آیا ما مواجه خواهیم شد با شرایطی که دیدهای چجور بگم متأثر از مذهب، متأثر از دیدگاه های منطقی که الزاماً دیدگاه های مثبتی نیستن، نه که ممکنه در رابطه با استثمار مثبت باشن ولی در رابطه با مسائل دیگه ممکن خیلی مثبت نباشن، آیا ما در مرحله ای هستیم که اگه بخواید اقتصاد یعنی ارزان کردن کار پایه‌ای نیروهای جمع آور کننده اطلاعات شرایطی به وجود بیاره که ما با وضع بدتری هم روبرو باشیم؟ این یه سوال. و تنها سوال دوم من سوال نیست، میخواستم اگه میشه راجع به نیورال نتورک که اگه اشتباه نکنم شبکه های عصبی میشه گفت. من خودم گاهی رو سعی کردم روی مسئله مطلب بنویسم اینا ولی نتونستم. میخواستم اگه ممکنه روی این یه توضیح کلی تری بدی، چون من یکی اطلاعات کافی راجع به این قضیه ندارم. خیلی ممنون. حتما، خواهش میکنم. در مورد سوال اول خیلی ممنون از این سوال، چون که من هم اتفاقا یکی دو مورد داشتم در مورد این جهتگیری یا بایرس، ولی دیگه توی اون جوری که مطلب رو پشت سر هم گذاشتم دیگه جان پیدا نکردم براش. من فکر میکنم که هم در همونطور که گفتی هم در کاربردهایی که الان داریم به کار میره. من یک مورد دیگه که شنیده بودم در این مورد هست که وقتی که کمپانی ها از هوش مصنوعی استفاده میکنن برای استخدام افراد و بعد کسانی عنوان کرده بودن که این دیت وقتی که داده ها اینطور هستن که ممکنه نسبت به یک گروه خاصی این جهتگیری رو داشته باشن، به طور مشخص در مورد زنان گفته بودن، چون گفته بودن که اگر توی مطالبی که ما در دسترس داریم برای مدل مثلا توی اینترنت یک سری خصایص مثل اینکه اسرتیو کسی باشه، اسرتیونس، یعنی که شما این رو به بیشتر به مردها نسبت داده باشن، یا اینکه تصمیم گیری قاطعانه یا شجاعت یا اینایی که تو زمان به این ترتیب بوده و شاید توی مثلا مطالبی که حتی از در کتاب ها وجود داره به این ترتیب باشه، لازم نیست که حالا یک کسانی این رو وارد کرده باشن. و این صحبت بود که ممکنه که هوش مصنوعی اگر ببینه که مثلا لازمه
که کسی رو انتخاب بکنن برای اون شغل که به یک تصمیم گیری بتونه بکنه یا یک سری خصایصی داشته باشه که بر اساس داده هاش به زن ها نسبت داده نشده و این جهتگیری رو بگیره و در واقع تبعیض قائل بشه. و این یکی از مواردی که گفته شده بود، چون مطمئنا همونطور که میدونیم ما مثلا اگه وقتی میخوایم داده ها رو آماده بکنیم برای اینکه به مدل ها رو باهاش ازش استفاده بکنیم برای مدل، همیشه باید به این نگاه بکنیم که این داده ها اون جهتگیری رو نداشته باشن که بتونه ما بتونیم بگیم که در واقع چیزی که مدل به ما میده میتونه به کار بره. این رو در تمام موارد با حالا با زاویه های مختلف، یک جایی ممکنه اگر داده ها جهت دار باشن، مثلا اینکه پیش بینی بکنی چه بیماری رو که چه کسی میگیره روش اثر بذاره، به خاطر اینکه مثلا چه از چه قومیتی میاد، چون مثلا در مورد آمریکا اکثرا اینطور هست که ما بعضی از مدلایی که به کار می بردیم برای که پیش بینی بکنیم در مورد چه یه سری بیماری ها، اینطور می شد که اگر تعداد مثلا آمریکایی های آفریقایی تبار زیادتر بود، اونا بیشتر نشون میدادن که شانس داشتن این بیماری رو دارن. یک علتش اینه که به خاطر این حالا این مربوط به ژن اینا نمیشه، که اینا این مربوط به این میشه که مثلا تعداد افراد فقیر بیشتره در اون عده، که ممکنه که به خاطر نداشتن دسترسی به کلینیک و در واقع پزشک، اون ریسکشون برای یک سری بیماری ها بیشتر باشه. و این به یک ترتیبی وارد شده که جزء پارامترهایی هست که میگن این آدما از این با این اثنیسیتی اینا ریسک فاکتور دارن، و این خودش باز دوباره میشه یک جور تبعیض که ایجاد میشه. منتها الان در مدل ها اینطوری استفاده میشه، برای اینکه واقعیت اینه که اونا در واقع ریسکشون بالاتره برای یک سری بیماری ها. اینو میشه گفتش که در واقع یک جور تبعیض رو ما سیستماتیک شده که به طوری که فعلا نمیشه ازش نجات پیدا کرد. ولی در مورد اینکه این جهتیابی و اینکه به اقتصاد مربوط باشه، اتفاقا همین موردی که گفتم در مورد این دیتا سنترز یا هایپر اسکیل دیتا سنترز، به خاطر اینکه اینها رو این ساختمان ها رو معمولا در جاهای دور میذارن و بعد خرج داره که در یک سری مثلا کمپانیا دسترسی پیدا بکنن به سرورهایی که اونجا هست، یک مدل اصلا یک جور خاصی از مدل الان داره به وجود میاد که بهشون میگن اج کامپیوتینگ یا اج مدلینگ. اینا هستن که در واقع کمپانیایی هستن که در نزدیکی اونجا هستن، برای که ارزون تره که این در اون نزدیک باشه، نزدیکتر باشن که دسترسی به پیدا بکنن به داده ها. من دنبال این گشتم که این چه جور تکنولوژی درش استفاده شده، ولی نه، در واقع این بهش میگن ایج مدل به خاطر اینکه در نزدیکی اون دیتا سنتر بوده اون کسی که مدل به وجود آورده، تنها به خاطر اقتصاد. حالا اگر این اقتصاد به ما بگه که همونطور که گفتی یاسمن جان، که منتقل بشن مثلا این حالا دیتا سنتر یا کمپانیا، مثل همین کال سنترهایی که منتقل شدن به کشورهای دیگه، من فکر میکنم میتونیم بگیم با اطمینان که تأثیراتشون رو خواهیم دید.
که تاثیر دارن و شاید باید قبل از این کارا رو بکنن یا اینکه در وقتی که نقشه هاشو دارن آماده میکنن در واقع اینجور تحقیقات هم بشه که چه تأثیری خواهد داشت در جهتگیری مدل ها، چون طبیعیه کاملا که وجود داشته باشه. آه ببخشید، واسه در مورد نورال نتورک میدونین در واقع این خودش هم در واقع این نورال نتورک اینجور هست که قراره که به وسیله یعنی بر اساس این نیرون های مغزی در مغز و ارتباطشون با هم دیگه باشه، اما خیلی سخته که ما اینو چک بکنیم ببینیم آیا واقعا اینطوره یا نه، چون ما که به الگوریتم توی مغز دسترسی نداریم. که منتها این از وقتی که خواستن از اینجا شروع شده اصلا، که وقتی میخواستن ببینن که آزمایش هایی که کردن روی حیوانات مثل موش فکر میکنم بوده یا موش صحرایی، که میخواستن ببینن که مغزشون چطور کار میکنه، به این شبکه ها دست پیدا کردن. حالا ما میتونیم مغز انسان رو با به وسیله مثلا دستگاه هایی مثل MRI و اینا ببینن، ولی اینطور هست که در واقع یک شبکه‌ای از نودها هستند که اگر نگاه بکنیم به اون چیزی که اپلیکیشن های زیادی داره به اسم نتورک انالیسیس، اونجا در جاهای مختلف ازش استفاده شده که در واقع این باز یک سری نود دارین و اینا یک سری ارتباط با هم دارن. کاری که در اینجا میشه در مورد مدل اینها اینه که این ارتباطات به خاطر وجود این داده های زیاد اینا خودشون در واقع یاد میگیرن ارتباطاتشون رو. ما شروع میکنیم با یک ارتباط اولیه بین این نودها و بعد میذاریم که در طول یادگیری مدل این ارتباط ها راه بهتری رو پیدا بکنن. اگر اینطور نباشه این خیلی کار زیاد داره که ما بخوایم اینا همه اینا رو لیبل بکنیم، چون معمولا بدون لیبل خیلی بیشتر طول میکشه و گرونتره و پیچیده تره، ولی خب اون زمان رو نمیبره که ما بخوایم در واقع لیبلینگ بکنیم. و از این نظر شاید هم چون که ما نمیدونیم دقیقا چطور باید لیبل بشن، باز میشه همون اینکه امتحان بکنیم و ببینیم چطور نتیجهش چی میشه، اینه که اکثرا میذارن که بدون سوپرویژن خود مدل اون نتورک اون شبکه ها رو به جایی برسونه که جواب بهتر میده. ولی کلا به عنوان نتورک انالیسیس توی همون مثل اینکه ببینیم چه مثلا یک نوع ماشین رو ببینیم این ماشین بهتره یا اون ماشین، این از اینجا هم ازش استفاده میشه. یا اینکه مثلا تماس های مردم از طریق فیسبوک مثلا، که تا از این نود ها رو میذارن به عنوان اینکه مسیج ها از کجا به کجا رفته و اینا با هم دیگه چه رابطه ای دارن، اینا این از طریق همون در واقع میشه گفت ذات برنامه شبیه همون کارهایی هست که توی نتورک انالیسیس میکنن و شاید هم هست که اونم از همینجا نشأت گرفته، اول همون شبکه نیرونی به وجود اومده بعد اون وقت اون بقیه کاربرداش به وجود اومده. ولی اینطوره که در واقع رسیپی خیلی چیزی نداره که دقیقا بگه باید چه کار بکنی. نمیدونم این سوال جواب داد.
بازم تشکر از شما خانم اسودی. یه دوستی با شماره مشخص کرد خودش و دستشو بالا کرده، اگر آماده اید و مایلید بفرمایید بحثتون رو مطرح کنید. رفقای ادمین میکو ویدیوشون رو باز کرد. بله باز شد، بفرمایید. اگر خواستید میتونید ویدیوتون هم باز کنید، ولی ما باز نمی کنیم تا خود شما بخواید. بفرمایید. دوست عزیز ما صدایی از شما نداریم. صدای من هست؟ خیلی کم. صدا خیلی کمه، بلند کن. کمه؟ الان بهتر شد. متاسفانه برای من نمیبینم. صدا بهتر شد. ویدیو رو اگه بخواید میتونید باز کنید، ولی ما باز نمیتونیم. خودتون میتونید الان ما اجازه بدیم باز کنید. اگه نخواستید باز نکنید. لازم était complexé de ne pas savoir coder. Ces développeurs qui maîtrisaient plusieurs langages informatiques et qui étaient capables de bosser toute la nuit sur des sites et des projets complexes. C'était les profils que les entreprises de la tech. Allô? Stéphane. Allez, c'est des manos d'Aline. Allez, allez, Stéphane. بله خیلی ممنون. من یک تذکر در مورد اون بحثی که درباره بکارگیری هوش مصنوعی در شناسایی افراد توی غزه کردین. این شما اشاره کردین که مثل اینکه این تحقیق یه تحقیق انگلیسیه، یعنی یه دانشمند انگلیسی این کار کرده. من متنی رو ترجمه کردم از هارتس و همینطور از دوتا نشریه، یکی لوکال گفتگوی محلی و یکی هم همون 972 که شما اشاره کردین، که دقیقا با همکاری یک نویسنده به اسم یوال بله تحقیقاتی کردن اینا مشترکن و متوجه شدن که کسی که پشت، یعنی دانشمندی که این کار را انجام میده، در یکی از معروفترین و مهمترین بخشهای ارتش اسرائیل کار میکنه. بله نه، در واقع دو تا نشریه ای هستن که حتما شما خبر دارین. در هر دوشون یک خانم ایرانی، مژگان نوی، که احتمالا همه رفقا میشناسنشون، مسئولیت داره و فعاله و یک نهاد حقوق بشری هستش، طرفدار حقوق مساوی بین فلسطینی ها و یهودی ها هستش، که تونستن پیدا بکنن و این در واقع پروژه هیولایی رو رفتن دنبالش و دروردن بیرون و افشا کردن. به واقع یک دستاورد بسیار مهمیه زمینه اطلاعاتی که مربوط به در واقع سوء استفاده یا استفاده جنایتکاران جنگی از این دانش بسیار بسیار مهم که شما بهش اشاره کردید و من واقعا استفاده کردم از صحبتتون. در نتیجه من خواستم بگم که دوستانی که اینجا میشنوند لطفا به این نکته توجه بکنن که این اطلاعات رو که گفتم مثلا رو هوا مثلا معلوم نیست کیه و نه، این دیگه روشن شده الان و قابل پیگیری هست و به نظر من چیز مهمیه دوستانی که ارتباط دارن و میتونن به جوامع حقوقی
دسترسی دارن باید به این مسئله توجه کنن و کمک بکنن به نیروهای فلسطینی برای اینکه این موضوع در دادگاه ها مطرح بشه. این خیلی مسئله مهمی است. نکته ای که هست سرعت پردازشیه که این ماشین که اسمش هست ماشین مخصوص تیم انسان و ماشین که با همدیگه کار میکنن 20 ثانیه طول میکشه تا اینا هدف رو 20 ثانیه طول میکشه از موقعی که اینا دوربینشونه مثلا روی فرد یا یک خونه ای که یک فردی رو دیدن مثلا پشت پنجره متمرکز میکنن 20 دقیقه طول میکشه تا اطلاعات کامل این براشون بیاد و در نتیجه به همین دلیل هم هست که میگن اصلا کاری که میکنن اینا افراد رو توی خونهشون دنبال میکنن و برای همینه که بهشون اجازه رسمی دادن که حداقل تا وقتی 10 نفر 15 نفر هست اشکال نداره، اگه بیشتر از اینه مثلا 100 تا 200 حالا اجازه رسمی ندادن، ولی فرمانده هایی که تو محل هستن و کنترل میکنن این کار رو، یعنی اجازه ها رو میدن و کنایت دیگه ابعاد وحشتناکی داره. گفته شده که 37,000 نفر رو اینا کاملا دارن و در این فاصله 20 ثانیه میتونن بهشون خبر بدن. این مسئله بود. من سوالم این بود که آیا مثل سایر موارد، مثلا ما شنیدیم که در ایران هوش مصنوعی که رژیم به کار میگیره برای بیهجاب به اصطلاح ثبت بیهجابی و فرستادن فوری نامه و اینا برای خانواده هایی که تو ماشین نشستن اینا رو کنترل میکنن، این در واقع تو همین دایره قرار میگیره. من عذر میخوام که وارد بحث علمیش نمیتونم بشم چون صلاحیت ندارم، من کاربردی صحبت میکنم، اون چیزی که به من به کار من و مورد علاقه من هست اینه که کاربردش برای ما چی هستش، ما چی کار میتونیم بکنیم. من دیدم که مثلا نوشته شده یادداشت دوستانی که چجوری تونستن از زیر این در برن، مثلا ماشینی که شیشه هاش دودی باشه قادر هست که رد گم بکنه، یعنی اونا قادر به نفوذ مثلا نیستن، که این نمیدونم مربوط به کجای سیستم همین هوش مصنوعی میشه آیا یا زده میشه. این یه نکته ای هست. دوم این که آیا هیچ زمینه ای هست که این وقتی شما میگید اگر به کشورهای خارج از مرکزهای به اصطلاح متروپول این علوم و تکنولوژی مثلا به خاطر همین چیزای اقتصادیش منتقل میشه دیگه کنترلش به واقع، خب یه جوری هست که ما میدونیم که همه این تکنولوژی اسرار اصلیش تو دست آمریکا و اسرائیل و این نیروهایی هستن که پول خرجش کردن و به این قدرت ها رسیدن، حتی چین یا روسیه. ولی اگر مثلا فرض کنیم این به نیرو به کس به جاهایی بره که قابل دسترسی برای گروه های نه در مقایسه به اصطلاح بگیم قدرتمند مثل این قدرت های بزرگ و ارتش هایی که هیچ معیار انسانی ندارن، ولی خب مثلا به اینا به دست القاعده و چه میدونم اینا هم اگه برسه، آیا هیچ راهی هست برای کنترلش اینایی که این تکنولوژی رو اینجوری در اختیار دیگران میذارن، با پول میفروشن یا منتقل میکنن؟ آیا امکانی هست برای اینکه نهادهایی آیا وجود اومده از دانشمندا، از آدم های متخصص مثل خود شما که بخوان که یه فکری برای این قضیه بشه که از این در واقع این ترس عمومی که با خود یک همچین پدیده هایی میاد رو در واقع وادار نکنه همه رو به تسلیم؟ چون میدونیم که مثلا وقتی که راجع به همین پدیده تبلیغات میشه چقدر تأثیر داره توی گستردن یک نوع حراس اصلا از این که آیا ما دیگه میتونیم کاری بکنیم، آیا ما میتونیم اصلا تکون بخوریم. فرق نمیکنه چه تو خیابون بخوای را برید، توی مرز بخوای
رد بشی یا از دموکراسیون انجام بدی یا حتی از حقوق اولیت بخوای دفاع کنی، مثلا مثل یه زن توی ایران که بخواد راه بره. آیا برای کنترل این که تو دست هر کسی نیفته یا در واقع استفاده های ضد بشری ازش نشه فکری شده و دانشمندان نقششون، اونایی که اینا رو ایجاد میکنن نقششون چیه در این بی قید و شرط در اختیار دمی، فقط در مثل همون چیزی که میگن که اصلا دانشگاه برای اینه که این قدرت ها رو تداوم بده، یعنی نیرو بسازه برای اینکه اینا بتونن به همین سیستم خودشون ادامه بدن. آیا دانشمندان متفکرینی که انسانهایی هستن که مثل شماها بشر دوستن و دارن این خدمات رو انجام میدن، مثل کاری که انشتین کرد و نتایجش که دیگه از دست اونا رفت، آیا الان زمانی هست که به این فکر کنن که واقعا چه راهی هست برای پروتژه کردن و حفاظت از ذات انسانی؟ متشکرم. خیلی ممنون از نکاتی که متذکر شدین در مورد اول. بله کاملا درسته که این صحبت هایی که در مورد استفاده از مدل بود برای شناسایی اون افراد مرتبط با حماس، که همطور که شما هم گفتین منم داشتم این تعداد رو که 37,000 نفر رو شناسایی کردن با این مدل. اول یک در همون هارتس و اون 972 اومده بود که استفاده از این هوش مصنوعی و مدل برای تعیین کردن هدف‌های بمباران که اول تکذیب کردن، اما بعد که این ویدیو در اومد، این ویدیو هست که همونطور که شما هم گفتین این یک آدم بالا مرتبه ای هست که داره این صحبت رو میکنه و بعد خیلی هم با افتخار میگه که آره این کار رو که ما کردیم 10 روز بیشتر طول نکشیده و همونطور که گفتم اگر نبود 1 سال طول میکشید. وقتی که این ویدیو در اومد، روزنامه گاردین در انگلیس هم همون یک مقاله نوشت و این تیکه این ویدیو رو من اونجا دیدم، تو مقاله که اونجا گذاشته بودن. یعنی در واقع اونجا گفته بود که اینها مثلا گفتن که نه اینطور نبوده، اما 6 نفر افرادی که از افراد درونی بودن از اول این موضوع رو علنی کردن و اونا ناشناس موندن، ولی خب این روزنامه هم گفته بود که علی رغم این که گفتن نه چه این کاری وجود نداشته، ولی شواهد وجود داره و که اون اطلاعاتی هم که اون 6 نفر از افراد داخلی بیرون دادن، مخصوصا این ویدیو نشون میده که جایی هیچ شک و تردیدی نیست. من که شخصا هیچ تردیدی ندارم که چنین کارهایی رو از دولت اسرائیل مسلما این برمیاد در مورد غزه. در مورد دوم که یکی که شما گفتید در مورد زنان، من اطلاعات دقیقی ندارم از اینکه در ایران چطور این کار رو میکنن، اما به گمانم این از دوربین ها استفاده میکنن که از دوربین های که تعبیه شده در جاهای مختلف که مثلا همونطور که گفتید ممکنه به خاطر اگر که شیشه ماشین تاریک باشه تیره باشه نمیتونن ببینن. حالا ممکنه وقتی که از دوربین استفاده میکنن و یک سری تصاویر رو میگیرن، اون وقت بیان از مثلا یک مدل هوش مصنوعی استفاده بکنن برای اینکه این چطور این تصاویر رو در وارد در واقع پروسس بکنن که ازش چه استفاده ای بکنن، ولی اون که چطور بالاخره باید اون تصاویر رو به وسیله یک
فکر میکنم دوربین به دست بیارن که اگر اون نباشه در هوش مصنوعی هم کاری نمیتونه بکنه. و همینطور در یک موارد دیگه ای که عنوان کردید، در واقع این داده ها هستن که لازمن اگر بخوان، اگر کسی به خود خودش اون مدل ها رو در واقع به وجود بیاره، به وجود آوردن اون مدل ها کار زیادی واسه کسایی که متخصص باشن نیست. شما میتونین کودش رو بنویسین، ولی اگر بخواین ببینین که کار میکنه یا نه، اون وقت باید داده ها رو داشته باشین تا اینکه این یادگیری به وجود بیاد، تا اینکه جوابش خوب در بیاد، وگرنه فایده ای نداره. و برای همین هست که مثلا در اروپا بیشتر از آمریکا قانونگذاری هست در مورد اینکه اجازه باید بدین که از داده های شما استفاده بشه. خب حالا هرچند که در یک مواردی داده های همه بالاخره هست که در دسترسی پیدا میکنن، یا اینکه همه اینجایی که میبینین که وقتی میخواین از هر چیزی استفاده میکنین میگن اجازه میدی، و اگه اجازه ندی نمیتونی اصلا از اون مثلا اپلیکیشن استفاده بکنی. به خاطر اهمیت داده ها هست که قانونگذاری میکنن در این مورد. و خب اون کسانی هم که در واقع مثل ارتش اسرائیل یک نقشه های شیطانی دارن، باید که داده داشته باشن. متاسفانه ولی داده های مردم فلسطین کاملا در دسترسشونه، چون اونها برای همین میگن که تمام سیم کارت های غزه را اینا همش لیستشو دارن. یعنی قبلا اینها معروف بودن به اینکه در واقع سلاح رو میفروختن، و با اینکه میگفتن اینها این سلاح در نبرد آزمایش شده، و منظور از نبرد همیشه معمولا هم معلومه که دیگه در یک جایی در برای مردم فلسطین آزمایش کردن. حالا هم این به نظر میاد که این دارن در واقع الگوریتم یا مدل هایی به وجود میارن با داده های مردم غزه. این تنها کاری که میشه کرد همین که همونطور که شما گفتین، چون که این علنی هست، اینکه استفاده بشه باز به عنوان جز شواهدی که وجود داره در مورد این موضوع نسل کشی که اینها دارن پیش میبرن. هنوز این هم یکی دیگه از شواهد هست. سپاس از شما خانم اسفندی. دوست گرامی، اگر خواستید نکته دیگه بپرسید بفرمایید. من دست کسی رو بالا نمیبینم. رفقایی که مایلن در بحث شرکت کنن یا سوالی از خانم اسفندی دارن لطفا دستشون رو بالا کنن. من خودم یه سوالی ازتون داشتم خانم اسفندی، در رابطه با این ماشین لرنینگ از طریق نیورال نتورک ها که صحبت کردید. این نورال نتورک ها به صلاح نودهای مختلفی هستند که ماشین یاد میگیره کدوم نودها رو استفاده کنه برای حل کدوم مسئله، بنا به اینکه آیا این حل جواب داده یا نداده. ولی اگر این رو بدون هر نوع سوپرویژنی انجام بدین، که باید اینجور باشه، شاید بخواد وسیع باشه، نمیشه هر قدمش رو یه کسی بخواد سوپروایز کنه، آیا یه جایی نمیتونه پیش بیاد که منطق این ماشین از کنترل سوپروایزرها خارج بشه؟ یعنی خود سوپروایزر ندونه این به چه دلیل از این نود رفت به اون نود، یا از این نودها استفاده، یعنی این از کنترل اون سوپرویژن نمیتونه خارج بشه بعد از یه مدت. به عبارت دیگه، آیا نمیتونه این ماشین لرنینگ خود ماشین رو به اصطلاح دیوانه کنه، یعنی به یه شکلی منطق عجیب و غریب پیدا کنه؟ در مورد اون نورال نتورک و اون نودها و رابطه بین اون نودها، اون کاری که سوپروایزر میکنه، اون در واقع اون پروسه رو سوپروایز نمیکنه.
بهش گفته میشه مثلا بدون سوپرویژن یا با سوپرویژن، ولی این فقط در واقع لیبل میکنه و این لیبل کردن یه کاری بوده که همیشه توی اون وقتی که میخواستیم مدل ها رو امتحان بکنیم لازم بوده که انجام بشه. مثلا یک این چیزی که انوتیشن اسمش هست لازم بوده که انجام بشه، یا یک جور لیبل کردنه. ولی اگه وقتی که لیبل میکنیم در واقع میگیم که مثلا چه این فقط هم نوت نیست، چون نوت ها با هم دیگه مربوطن، ما میگیم که این مجموعه نوت و ارتباطش رو مثلا ما لیبل میکنیم برای اینکه برای این مدل استفاده بشه. اما اون سوالی که گفتین در مورد اینکه آیا از جوابی که مدل میده از منطق که براش تعیین شده خارج بشه، این همون صحبتی بود که منم یک اشاره کوتاه بهش کردم که بعضی ها معتقدن که اگر، چون من یک موقعی بحث یک بحثی داشتم با کسانی که بقیه کسانی که متخصص هستن در هوش مصنوعی و سوال این بود که آیا ما میتونیم یک سری داده داشته باشیم و یک مدل تغییرش هم ندیم، ولی در بر اثر این چرخه یادگیری اون جوابی که مدل میده فرق بکنه. این چیزی هست که ما فعلا مثلا نتونستیم آزمایش بکنیم و به دست بیاریم، ولی بعضی معتقد بودن که بله ممکنه، برای اینکه مثلا این طی یادگیری یک سری مسائل یک سری داده ها رو از اینجا میگیره، بعد از جای دیگه میگیره، بعد کنار هم میذاره، سنتز میکنه، به جایی میبرتش که ما نمیدونیم کجاست. یعنی اون مدل تعیین نکرده، میره در واقع خارج از منطق اون مدل، به همونطور که شما گفتید. اینا در واقع یک جور پروسه فکری، بازی های فکری هست که طبق اون بعضی ها معتقدن که میشه و بعضی ها معتقدن که نه نمیشه. اگر مدل همونه و داده ها همونه خیلی تفاوت نمی کنه، یک مقدار بالا پایین میشه، ولی نه اینکه به طور کیفی میره بالا. اما بعضی متخصصان معتقدن که نه، اگر برسه به یک درجه ای از تغییرات کمی یه دفعه ممکنه یک جهشی بشه به تغییر کیفی، که اتفاقا اون هست که میگن که ممکنه اون وقت کنترل از دست کسی که اون مدل رو یاد تست از دست انسان خارج بشه، یه همچین چیزایی. یعنی از نظر تئوری هم بحث هست که آیا میشه و بعضی ها معتقدن که ممکنه بشه. خیلی ممنون. من دست کسی دیگه بالا نمیبینم. خانم اسفندی اگر شما مایلی در جمع‌بندی چند سوال در متن هست، در چت هست، ما چند بار نوشتیم تو را بعضی. من متاسفانه چشم ببین، یکیش اینه که در علم پزشکی و بیمارستانی چقدر میتواند کاربرد داشته باشد و آیا مخارج بیمارستانی میتواند برای مردم کمتر بشه؟ این یه سواله، اینو شما جواب بدید. یه سوال دیگه هم تو چت هست، ولی اینو اگه جواب بدید بفرمایید. بله، اتفاقا من در عرض 6-7 سال گذشته خودم تحقیق خودم همش در مورد بیمارستان بوده و یا اون چیزی که بهش میگن که از بیمارستان به خانه، که اینطور بشه که مثلا مریض ها وقتی که یک شرایطی دارن که میتونن در خونه مانیتورشون بکنن، دیگه از بیمارستان مرخص بشن برن. و بله، جواب کوتاه به سوال شما اینه که بله، در زمینه بیمارستان چه در مورد اینکه پیش بینی بشه که چه کسانی به چه ممکنه یه بیماری های مبتلا بشن، برای اینکه زودتر اگر لازم بشه براشون مداوا شروع بشه خیلی کار داره، و همینطور دستگاه هایی که در بیمارستان ها هست مثلا داره کار میکنه، دستگاه هایی مثل آلتراساوند یا MRI، اینا معمولا متصل هستند به اون کلاود، اون استوریج و جاهایی که دیتا ذخیره میشه.
و اتفاقا یکی از کارهایی که من میکردم به عنوان کسی که از توی صنعت میام، با بیمارستان و دانشگاه با هم دیگه کنسورتیوم داشتیم و دانشجوهایی که داشتیم، ما میتونستیم داده هایی رو که مثلا دستگاه های ما آلتراساند و MRI داشتیم، اون داده ها رو در اختیار دانشجو بذاریم به اضافه داده هایی که بیمارستان جمع میکنه و بعد از اینا از اون مدل هایی استفاده بشه برای اینکه ببینیم در همه زمینه ها هست، اینکه مثلا مدلایی باشه که چیزایی که پیش بینی بکنه، پیشگیری بکنه. و در واقع به خاطر همین هست که یک سری کمپانیا تو این هستن، برای اینکه همه میخوان ببینن که آیا میشه سطح اینکه مقدار اینکه باید خرج بشه برای یک به بیماری آیا میتونه کمتر بشه. یعنی مثلا اگر قبل از اینکه یک مریض به در مورد مریض های قلبی خیلی زیاد هست، برای اینکه مریضایی که ناراحتی قلبی دارن ولی حالا لازم نیست که بیمارستان باشن، اینکه دنبال بشن از طریق اینکه یک سری سنسورهایی باشه که به بدنشون وصل باشه، از اندازه گیری هایی بشه و بعد اینها مدل هایی باشه که اینا داده ها رو بذاره کنار هم و مثلا نشون بده که یک موقعی که اگر داره حالشون رو به وخامت میره قبل از اینکه به جایی برسه که خیلی مثلا جدی بشه، اونها دوباره برگردن به بیمارستان. و همینطور رابطه بین مثلا اون داشبورد مانندایی که توی بیمارستان هست و بعضا اگر که کسانی که تو خونه هستن رابطه داشته باشن با اینا، مثلا ممکنه نرس یا هر کسی این مریضا رو دنبال بکنه از توی بیمارستان در حالی که اونا در منزل هستن. کاربردهای خیلی زیادی هست، بله، در مورد بیماری ها تو همه زمینه ها، چه در اونایی که توی بیمارستان هستن در استفاده مثلا از ربات هایی که در جراحی به کار میرن، در تمام موارد این ماشین لرنینگ استفاده میشه و همینطور در این جمعآوری مجموعه داده هایی که از جاهای مختلف میاد برای اینکه وضعیت یک گروه از بیماران رو بتونه تعیین بکنه و به دنبال راهی باشن که در واقع خرج رو بیارن پایین، چون هرچه که بیشتر لازم باشه که مثلا حتی اگه یک روز کمتر بتونه مریض در بیمارستان بمونه، بتونه زودتر مرخص بشه، وقتی که جمع بشه خرج زیادی میشه، در این مورد هم سرمایه گذاری زیادی هست. و بله، یک سوال دیگه هم هست و اونم اینه که آیا در حوزه تکنولوژی هوش مصنوعی و تکنولوژی های نزدیک به اون رابطه بین ایران و چین وجود داره؟ شما جواب بدید. خود من در رابطه با چین یکی دو مطلب در پایان این بحث میگم، ولی شما اگه جنبندی هم دارید بگو و بعد من راجع به چین یه خیلی خود. نه، من خیلی خوشحال میشم اتفاقا بدونم که شما اطلاعاتی دارین شما راجع به چین بدونم. در مورد ایران اطلاعات دقیقی ندارم، تنها یک مورد بوده که من سعی کردم یک ماشین های آلتراساندی که کوچیک هستن، یعنی میتونن موبایل باشن و ارزون، از طریق کسانی که میشناختم ببرم ایران، برای اینکه به نفع این هست که مثلا برای در طول حاملگی خیلی به کار میاد. اما متاسفانه اون وضعیت قانون و مقررات در ایران اجازه نداد عاقبت، برای اینکه اونها قبول نمیکردن که داده های مریض توی خود اون ماشین ذخیره بشه، میخواستن که بره توی اون یک سرورایی که خودشون
خودشون داشتن و اون ماشین نمیتونست این کار بکنه. و فکر میکنم که در مواردی در ایران سعی میشه، من این رو از روی مقالاتی میبینم که بعضا از ایران بیرون میاد که تحقیقاتی که میکنن، که در مواردی سعی میکنن که مثلا مدلایی که پیش بینی بکنه به وجود بیاد. در مورد چین خب فعالیت زیادی وجود داره بعد، و منم باشون همکاری داشتم، ولی کمپانی که من واسش کار میکنم بعد ما یک شعبه داشتیم در چین که کار تحقیق میکرد. بعد اونجا قبلا تا چند سال پیش اینطور بود که داده های مثلا مریض ها رو از بیمارستان در چین راحت تر میشد گرفت تا اروپا، ولی بعد شروع کردن به قانونگذاری در چین هم، و اینکه به اون راحتی نبود که با داده ها از بیمارستان ها کار بشه. ولی تحقیقات وجود داره و همینطور برنامه هایی که مثلا ما دانشجو داریم اینجا از چین میاد و من خودم باشون کار میکنم که در این زمینه. ولی در مورد رابطه بین ایران و چین نه، اطلاعاتی ندارم. فقط یه نکته خیلی کوتاه بگم اینجا. من بعید میدونم که چین اطلاعات فنی خودش رو با ایران یا هیچ کشور دیگه به اشتراک بگذاره، چون چین شدیداً مخفی میکنه چنین اطلاعاتی رو و اعتمادی به ایران نداره برای اینکه این رو به ایران بده، چون نمیدونه ایران در شرایط مختلف اینو ممکنه با کی مشارکت بگذاره. ولی یک چیز مهمه و اونم اینه که ایالات متحده در چند سال اخیر سعی کرده تکنولوژی GPU Graphical Processor Unit که شدیداً متأثر در کار هوش مصنوعی، چون با سرعتی صدها برابر، هزاران برابر از کامپیوترهایی که شما در خونه دارید یا امثال من در خونه دارم میتونه استفاده بکنه. انویدیا کمپانی اصلی اینو گرافیکال پروسسر یونیت بود و ایالات متحده شرایطی گذاشته بود که اطلاعات فقط سال قبل میتونست به چین انتقال پیدا کنه و الان فکر میکنم شاید یک سال شاید دو ساله که این رو بالکل ممنوع کرد، یعنی نمیگذاشت اطلاعاتی برسه به چین. و اتفاقا چین در این رابطه رفت به اینی که صنعت خودش رو توسعه بده و این صنعت شدیداً پیش رفته. یک دلیلش اینه که IBM گرافیکال و انویدیا گرافیکال پروسسور یونیت های خودشون رو در چین تولید میکردند، در شرکتی که در چین وجود داشت. و خب طبیعی بود چین که بیکار ننشسته بود کپی کرد همه اینها رو و بعد ارتقا داد این صنعت رو در صنایع خودش. و الان تا اونجایی که من میدونم، چون شب و روز دانشگاه آکسفورد میره که اینکه بخره این وسایل رو از جاهای مختلف، اگرچه از IBM از انویدیا میخره، ولی همه اینها تولید اولیه‌شون در چینه. و خیلی جالبه که این روزنامه‌های راست بریتانیا هول کردن یه دانشگاه دیگه، یه دانشگاه ضعیفتری رو پیدا کردند که از چین چنین وسایلی خریده. اگه بخواید یک افشاگری عظیم کردن که این دانشگاه چه وضع وحشتناکی داره. به قول یکی از رؤسای دیپارتمان ما، وای به حال روزی که بفهمند دانشگاه آکسفورد هم از همون جا میخره. و واقعیتش اینه که جای دیگه ای نیست، یعنی تولید این به اصطلاح کامپیوترهای، اون عنصر اصلی کامپیوترهایی که هوش مصنوعی رو دارن تولید میکنن
در درون چینه، ممکنه IBM تولید کنه، ممکنه انویدیا تولید کنه، ولی تولید واقعیشون در داخل چینه. و خب طبیعی است که با سیاستی که چین داره برخی از اینا رو تقلید کرده، برخی رو تقلید کرده و ارتقا داده، باید قبول کرد که برخی رو ارتقا داده و توهمی است برای که ایالات متحده میتونه در این مورد مشخص، نه در هر موردی، ولی در این مورد مشخص امتیازهای کنونیش رو حفظ بکنه. من تأکید بکنم در پایان حرفم که آینده هوش مصنوعی در کامپیوتر کوانتوم، در کامپیوتر 2.0 و 1 نیست، در کامپیوتر کوانتومه. و در کامپیوتر کوانتوم تا اونجایی که من میدونم و من فقط دو تا دانشگاه رو میشناسم، آکسفورد و کمبریج در بریتانیا، شاید در ایالات متحده نواب بقی هستند که جلو زدند از اینها، ولی در این دو دانشگاه همه توافق دارند که صنعت کوانتوم در چین جلو افتاده از صنعت کوانتوم در بریتانیا. علتش هم خیلی واضحه، در بریتانیا این توجه به نوعی کوانتوم که به درجه حرارت منهای 360 درجه احتیاج داره شرایط سختی رو برای گسترده کردن صنعت کوانتوم ایجاد کرده و چین رفته به راه حل کاملا متفاوتی با میدانهای مغناطیسی، با آینه و میدانهای مغناطیسی، که در نتیجه احتیاجی به درجه منهای 360 درجه نداره و به این دلیل صنعت کوانتوم در چین خیلی پیشرفته است. و اگر واقعا پیش بینی ها در این رابطه درست باشه جلو خواهد افتاد. تأکید کنم من یکی سرمایه‌داری بازاری چین رو به بدی سرمایه‌داری ایالات متحده میدونم، توهمی به چین ندارم، ولی تصور این که در دراز مدت ایالات متحده، بریتانیا یا کشورهای غربی میتونن برتری در این رشته را حفظ بکنند اشتباهه. حدس خود من و کسانی که باهاشون کار میکنم اینه که در این مورد مشخص چین جلو خواهد افتاد. همونطور که اشاره کرد سیمای عزیز، یکی از دلایل اینه که هوش مصنوعی به اطلاعات زیاد احتیاج داره و در کشورهای دیکتاتوری مثل چین جمع آوری اطلاعات گسترده در رابطه با همه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی افراد خیلی راحت تره در نتیجه، و 1 میلیون جمعیت داره، در نتیجه دیتا بانکی که چین در این رابطه جمع کرده قابل مقایسه نیست با اون چیزی که فعلا در اختیار ایالات متحده و اتحادیه اروپا. این به این معنا نیست که با این 1 مورد مشخص چین میتونه ابرقدرت اقتصادی جهان بشه، اصلا، چون هژمون بودن در نظام اقتصادی سرمایه عوامل بیشماری رو احتیاج داره، برتری نیروی اتمی، برتری نیروی هوایی، غیره غیره، ولی در این 1 مورد مشخص حدس من اینه که اگر آکسفورد و کمبریج قبول دارند عقب افتادند از چین، بعید میدونم بقیه خیلی جلو باشند. خیلی ممنون سیمای عزیز، من میدم به تراب که اگه لازمه از شما جنبندی صحبت نهایی دارم.
من بفرمایید خانم. نه من اتفاقا میخواستم بگم که من با شما موافقم یاسم اینجا در مورد این ارزیابی آخری که کردین و این درسته به خاطر اینکه این سیاست چین بوده برای مدت‌های طولانی که در واقع پرورش دادن متخصص و از تمام زمینه ها استفاده کردن. یک برنامه داشت چین که متوقف شد بعد از اینکه روابطش با آمریکا رو به بدتر شدن رفت و اینکه دعوت میکرد متخصصین رو از سراسر دنیا در فورم هایی که اگر میخواستن مثلا یک دانشگاهی رو کاری بکنن که روی یک موضوع خاص کار بکنه. من یک بار تو هم یکی از همینا دعوت شدم به خاطر اینکه زمانی که من دانشجوی دکترا بودم تو استرالیا یه همکلاس چینی داشتم که حالا اون تو استرالیا موند و پروفسور دانشگاه هست و به خاطر اینکه چینی الاصل هست میتونست در واقع فاند بگیره از چین و در استرالیا تحقیق بکنه و خب دانشجو می آورد از استرالیا با تعداد زیاد و اینها همه بر می گشتن و برنامه های اینجوری که داشتن در چین با استرالیا از سالهای خیلی زیاد اون 20 و چند سال پیش که من اونجا زندگی می کردم هر سال تابستون اینا یک عده زیادی از کمپانی های مختلف رو می فرستادن به دانشگاه های استرالیا برای اینکه کورس های فشرده تکنولوژی براشون می ذاشتن. و اون باری که این همکلاس سابق من رو دعوت کرد که رفتم به چین، اینها افرادی را از تمام دنیا دعوت کرده بودند برای که میخواستن یک دانشگاه رو که 20 هزار دانشجو داشت فقط بذارن روی یک تکنولوژی مربوط به تکستایل، مربوط به پارچه بافی و به چه بافندگی و چه از استفاده از الیاف های مختلف و تمام اینها رو. چون اون موقعی بود که من روی الکترونیکسی که توی روی بدن باشه کار میکردم و بعضا میشد در بذاریم توی پارچه یا روی بدن و میدیدم که چطور سرمایه گذاری میکنن برای چنین چیزی که مثلا یک هفته به طور فشرده و اینطور هست. فکر میکنم که در چندین زمینه مختلف هست که جلو افتادن به طور جدی، اما همونطور که گفتی خب هژمونی یه چیزی دیگه است، چون که مثلا آمریکا حاضره که با جنگ یا با استفاده از ابزار دیگه، چون اونا چیز نظامی رو وله میکنن و تحقیق هم میکنن در این مورد اینا، ولی در چندین مورد تکنولوژی هست که منم با موافقم که چین جلو افتاده و شاید حالا به خاطر همینه که تماس ها رو کمتر کردن. ولی خب اینطور نیست که همونطور که گفتی همیشه چین فقط کپی میکنه. من یادم میاد سالهای سال پیش در مورد ژاپن هم همینو میگفتن، مثلا در هلند که ژاپنیا فقط کپی میکنن، ولی خب اینطور نیست. همون خود کپی کردن هم بالاخره یاد گرفتن داره و چینی ها سخت کوشن، زیاد کار میکنن و من نتیجهشو میبینم تو دانشجوانی که از چین میان و وقتی که شروع میکنن در سطح خیلی خوبی ندارن، ولی با کار زیاد و مداوم وقتی که تموم میکنن و دکتراشون میگیرن نتایج خیلی خوبی به بار میارن. یک مقداری این کار سخت کار کردن هست کلن در نمیدونم بگم فرهنگشون یا مدلی که کار میکنن. من خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادین در مورد این
تاپیک ها با که با شما صحبت بکنم. از مصاحبتتون لذت بردم و یاد گرفتم. امیدوارم که تا دفعه های بعد. خیلی ممنون. تشکر از شما خانم اسفتی، ما بیشتر استفاده کردیم و لذت بردیم از حضور شما و امیدوارم مجددا شما رو داشته باشیم. حتما. من از همه رفقایم که با ما بودن در این جلسه تشکر میکنم که تا این وقت با ما بودن و امیدوارم که بتونیم مجددا از خانم اسفتی بهره مند بشیم. همونطور که گفتم در وسط جلسه، جلسه هفته بعدمون با رفیقمون مشه مخوور در رابطه با راه حل فلسطین، یه دولت یا دو دولت. من شب بخیر میگم به خانم اسودی و همینجور همه دوستان. امیدوارم شب خوبی داشته باشین همه. شب همگی بخیر. خیلی ممنون.